موج سوم نیازمندی‌های خودش رو داشت. پایه‌های موج سوم بر پایه الکترونیک، کامپیوتر و بیولوژیک و اینها خود به خود نیازمندی به نیروی انسانی که کار روتین انجام میده رو کاهش میده. و اتفاقا ایده آدم‌ها رو میخواد، نه دیگه دستشون رو. ذهنشون، مغزشون، ایده هاشون، نوین بودنشون، خلق کردنشون، اینها رو نیاز داره. و نگاه کنید به کارآفرینای بزرگ دور و برتون. در سطح کشوری یا جهانی نگاه کنید. بنیانگذاران شرکت‌های مطرح دنیا رو نگاه کنید. چند تاشون از طریق سیستم روتین به نتیجه ای رسیدن؟ کاملا خارج از چارچوب عمل کردن و به نتیجه رسیدن. کاملا خارج از چارچوب. و دوستان من، بیاییم ببینیم که آیا پیشبینی‌های آقای تافلر در سال 1980 رجب کارگران و کارمندان موج سوم چقدر درست بودن. وقتی نوجوانان بالغ می شوند و به بازار کار می آیند، عوامل تازهی بر شخصیت آنها اثر می گذارد. در نتیجه بعضی از خصایص آنها تقویت و برخی تضعیف می شود. در سراسر عصر موج دوم، کار در کارخانه ها و ادارات بیش از پیش تکراری و تخصصی و زمان بندی شده بود. در نتیجه کارفرمایان به کارگرانی نیاز داشتند که فرمانبردار و وقت شناس باشند و برای انجام کارهای مکانیکی آمادگی داشته باشند. این خصائص در مدارس شکل می گرفت و در محیط کار تقویت می شد. با هجوم موج سوم کار نه تنها تکراری نمی شود بلکه کمتر در این جهت پیش خواهد رفت. به علاوه کار کمتر جزء جزء می شود و در مقایسه با گذشته افراد بخش بزرگتری از امور را به عهده می گیرند. مثال سنجاق. الان چطوری شده؟ الان اتفاقا میگن کل پروژه رو بدیم یه نفر انجام بده. ای تا زد، هر چی تو بیشتر به قسمت‌های مختلف اون پروژه مسلط باشی، بیشتر قسمت‌های مختلف یک فرآیند رو بشناسی، تو ارزشمندتر و متخصص‌تری. ساعت کار شناور می‌شود. سرعت دلبخواه انجام کار جای همزمانی عمومی را خواهد گرفت. کارگران و کارمندان مجبور خواهند شد خود را با تغییرات دائمی کار، محل کار، نوعی کالایی که می‌سازند و دگرگونی سازمان محیط کار تطبیق دهند. در موج دوم، ثبات، حرف شنوی و فرمانبرداری ارزش بود. الان چی؟ منعطف هستی یا نه؟ اصلا بسیاری از سوالاتی که در جلسه مصاحبه استخدامی باهاتون کار میکنم که ازتون میپرسم متمرکز بر همین قضیه است. میخواد ببینید چقدر آدم منعطفی هستی. چقدر وقتی تغییر پیش بیاد، اتفاقی پیش بیاد که پیش بینی نشده بود، سورپرایز میشی، چیکار میکنی؟ واکنشت چیه؟ چون اون کارفرما میدونه که سازمانش در یک شرایط پویا داره کار میکنه و هر آن ممکنه را اتفاقی بیفته. یه کارمندی میخواد، در واقع کارمند که نه، در واقع شریک میخوان الان. شریک میخوان. واژه کارمند حتی به نظرم دیگه نمیشه برای این کانتکست جدید استفاده کرد. شرکایی میخوان که پویا باشند به اندازه محیط بیرون و حتی بیشتر. این چیزیست که لازم دارند. بنابراین کارفرمایان موج سوم به مردان و زنانی نیاز خواهند داشت که مسئولیت بیشتری قبول کنند، ارتباط کار خود با کار دیگران را بیشتر درک کنند. بیش از این که من فقط تو رو یک آدمی که در یک کانالی حرکت میکنه و جز این هیچی بلد نیست بخوام، تو رو کسی میخوام که به طور کامل توجیهه که ارتباط این فعالیتی که داره انجام میده با کل سیستم چیه، از چه فرایندهایی ارتباط میگیره و چه فرایندهایی در سازمان داره اثر میذاره، چقدر نگاه کلی نگر و بیگ ایمیج داره، چقدر کانکشن بین اتفاقات مختلف رو متوجه میشه. من اینو میخوام. نوعی هوشمندی در تو میخوام. بتوانند وظایف بزرگتری را بر عهده بگیرند و خود را به سرعت با اوضاع تطبیق دهند و نسبت به افراد محیط اطراف خود بی‌تفاوت نباشند. دیگه نمیخوام که با بغل دستی حرف نزنی، اتفاقا میخوام حرف بزنی، اتفاقا میخوام بتونی با هر جور آدمی ارتباط برقرار کنی، اتفاقا میخوام مگه خواب همه رو بلد باشی، تو دستت باشه، اتفاقا میخوام منعطف باشی، باحال باشی. اینا رو میخوام. مؤسسه اقتصادی موج دوم غالبا به خاطر کار اداری پرزحمت توانست گلیم خود را از آب بیرون بکشد. بله، در آن زمان آنگونه نیاز بود. مؤسسه اقتصادی موج سوم به افرادی نیاز دارد که کمتر فرمانبر باشند و اتکا به نفس و سرعت عمل بیشتری داشته باشند. به
به یک مثال خیلی جالبی میزنه از تفاوت بین سازندگان آثار کلاسیک و افرادی که موسیقی جاز کار میکنن. چون این افرادی معمولا بسیار با استعداد و تکرو هستند و از اینکه با سایرین فرق دارند احساس غرور میکنند. اینها چیزیست که ما در موج سوم بهش نیاز داریم. همه ی اون چیزی که 12 سال در مدرسه سرکوب میشه. متفاوت نباش. مثل بقیه باش. هر چقدر همرنگ جماعت باشیم و بیشتر تو رو دوست داریم. و وقتی از مدرسه میایم بیرون سورپرایز میشیم. هی از اول میگفتم فرمول قدیمی مسئله جدید. فرمول قدیمی مسئله جدید منظورم بود. فرمول قدیمی مسئله جدید. ارور. نمیشه حلش کرد. و دوستان من این کم شدن نیاز به نیروی کار موج دومی داره بیشتر و بیشتر میشه ها. یعنی هنوزم بالاخره موج دومی تو حدودی دارن کار میکنن. ولی واقعا بحث اینترنت اشیا و هوش مصنوعی خیلی جدی داره پیگیری میشه تو دنیا و تو ایران حتی. و فکر میکنید یکی از صنایعی که فکر میکنن به زودی در آینده خیلی پر رو نخواهد بود چیه؟ گردشگری. چون به این نتیجه رسیدن انقدر کارها روباتیک خواهد شد و اتوماتیک خواهد شد که شما به عنوان یک فرد مالک چند تا ربات خواهی بود و این دور نیست از همون خیلی ها. مالک چند تا ربات خواهی بود. این ربات میره سر کار، کار انجام میده و تو از هزینه درآمدی که اون کسب میکنه تو میگیری اون پول رو و تو اصلا کاری نداری دیگه. اصلا آدم ها خیلی کار خاصی قرار نیست انجام بدن جز ایده دادن، جز خلق کردن، جز نگرشی که به این دنیا اضافه میکنن، جز هنر کاری نخواهند داشت. پس چیکار خواهند کرد؟ میرن سفر. کاری که براشون باقی میمونه واسه انجام دادن سفر کردن. پس پیشبینی به این سمتی که گردشگری خیلی پر رو نخواهد بود. پس همین جور که هر روز و هر روز داریم میریم جلوتر، نیازمندی به نیروی کار موج دومی داره کمتر و کمتر میشه. چون اصطلاحاً با این اصطلاح مواجهیم. VUCA environment. Volatile, uncertain, complex and ambiguous. فرار، پر از عدم قطعیت، پیچیده و مبهم. باید برای یک چنین چیزی آماده باشی. کسی از پس این بر بیاد ارزشمنده. کسی از پس این بر بیاد جایگاه متفاوتی میگیره، دستمزد متفاوتی میگیره، احترام متفاوتی دریافت میکنه. و کسی که از پس این بر نیاد نه. فرق اینجاست. و ببین این چقدر در نقطه مقابل عصر صنعتی. در عصر صنعتی همین چیز خطی بود، مشخص بود، واضح بود. صنعتی بود دیگه. الان یه جور دیگه است. و ما برای این آماده نیستیم. ما برای پشت میز نشستن آماده ایم. نردبان های شغلی دیگه مثل سابق نیست. شیوه بالا رفتن از مسیر شغلی، بهبود مسیر شغلی، توسعه مسیر شغلی مثل سابق نیست. به این دلایلی که گفتم. یعنی اومدم کامل بیسیک به طور جهانی براتون بررسی کردم و ازتون میخوام به عنوان اختتامیه این قسمت از صحبتامون سخنرانی که آقای ست گودن در یکی از مدارس انجام داد و موضوع یک تده، یک سخنرانی تده ببینید. خیلی جالبه، خیلی جالبه و من واقعا وقتی بر اولین بار خودم دیدم واقعا برام تکان دهنده بود و مطمئنم شما هم با دیدنش نکات جدیدی به دست میارید و قطعا روشی به نگرشتون به بازار کار و تغییراتی که داره اتفاق میفته اثر داره.